به برنامه الماس‌های آفریقایی خوش اومدین. من لیلا حیدریان هستم و در این برنامه شما رو با انسان‌هایی آشنا می‌کنم که هرچند زندگی عادی دارن، با صرف وقت و انرژی برای بهبود جامعه اطرافشون دست به کارهای خارق‌العاده‌ای می‌زنن. در برنامه قبل با خدا و اوموندی آشنا شدیم، زوج فوق‌العاده‌ای که از پیش‌زمینه‌های مختلف فرهنگی و مذهبی میان. اوموندی اهل کنیا هست و پیشینه مسیحی داره، در حالی که هدا ایرانیه و باهائیه. این زوج اخیراً یک نفر سومی بهشون اضافه شده. خب شما الان یک بچه هم دارید، کمی در مورد اون بهم بگید. اسمش لیو کاماخلو شایان اوگوده هست و اون تقریبا 9 ماهشه و واقعا بی نظیره. این اسما چه معنی داره؟ خب لیو یعنی چی؟ شیر؟ آره شیر معنی اصلی اونه. کاماخلو به معنی خوش آمدید هست و یک اسم ستویی هست. شایان یعنی شایسته و سزاوار و زندگی خانوادگی برای ما ستا عالیه. البته که ما باید یه سری تغییراتی رو تو زندگی جدیدمون ایجاد کنیم، ولی در مجموع لذت بخشه. وجود لیو این کار رو برای ما آسون میکنه. این موضوع خیلی لذت بخشه که ما همه مراحل رشدش رو میبینیم. ما سعی میکنیم همه ویژگی‌هایی رو که بهمون نشون میده رو بشناسیم. او مثل مادرش برونگراست. درسته، قبلا ما وقتی تو محیط‌های عمومی راه می‌رفتیم همه توجهات به سمت ما بود، ولی الان همش به سمت لیو است. مردم میخوان در مورد اون بدونن. ما از این کالاسکایی داریم که جهتش به سمت خودمون هست. وقتی داریم راه میریم، مردم اول ما رو میبینن، وقتی رد میشیم اونا سرشون رو برمیگردن که بچه رو ببینن. ما هر روز رو همونطور که پیش بیاد میگذرونیم. وقتی هدا خونه نیست، من کارهای خونه رو انجام میدم و وقتی من خونه نیستم، هدا به کارهای خونه میرسه. من فکر میکنم تفاهم و سازش خیلی مهمه. در واقع هر دوی ما آدمای سختگیری نیستیم. البته ما یه پرستار خیلی خوبم تو خونه داریم که واقعاً بهمون خیلی کمک میکنه. آرزوی شما برای آینده فرزندتون تو آفریقای جنوبی چیه؟ همه بچه ها باید آزاد باشن. صبر و تحمل هم خیلی برای من مهمه. نمیدونم تو نظر دیگه ای داری؟ ولی نباید به خاطر رنگ و پوستشون نگران چیزی باشن. اینا به نظرم چیزایی نیستن که تو زندگی اهمیت دارن. تعلیم و تربیت هم خیلی مهمه. همه والدین میخوان بهترین امکانات رو برای بچه هاشون فراهم کنن، ولی برای لیو دوست داشتن نوع انسان هم خیلی مهمه. دوست داریم بچه های بیشتری داشته باشیم؟ انشاءالله. واقعا انشاءالله. من که خیلی دوست دارم هدا و اوموندی بچه های بیشتری داشته باشن تا قدرت بی‌نظیر عشق رو به دنیا نشون بدن. تنها 20 سال پیش بود که مردم آفریقای جنوبی بر اساس یک سری تفکرات سیاسی به واسطه رنگ پوستشون و نژادشون از همدیگه جدا می شدن. خیلی جالب و هیجان انگیزه که می بینیم تو این 20 سال کشور چقدر تغییر و پیشرفت کرده. در حال حاضر من دوستان زیادی با پیشینه های مختلف دارم و از این بابت خیلی خوشحالم. این نمونه ها به ما نشون میدن که تفاوت ها نباید دلیل جدایی و تقسیم بندی باشن. در حقیقت اونها نمونه هایی از بلوغ جامعه هستند.